امیدوارم که حال همگیتون خیلی خوب باشه. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یه شیرینی سنتی به اسم شیرینی برنجی که مطمئنم همتون میدونین. چون که من دیدم داریم نزدیک به عید میشیم، ترجیح دادم یه چند جلسه شیرینی های سنتی مون آموزش بدم که با شیرینی برنجی من شروع میکنم. اولین چیزی که میخوام در موردش بگم این هستش که ما 125 گرم روغن صاف قنادی داریم. خب کسایی که توی ایران هستن خیلی راحت میتونن اینو از لوازم قنادی تهیه کنن، اما برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن روغن صاف قنادی بهش شورتنینگ میگن. ولی خب شورتنینگ همین سفیده هستش، ولی خب هیچ طعم و مزه‌ای نداره. من برای اینکه این بیشتر مزه شیرینی های برنجی کرمانشاهی رو بده بهش یه مقدار گی اضافه کردم که در واقع گی همون مثل روغن کرمانشاهی هستش، کره ای هستش که میذارن تا آبش کاملا گرفته بشه. ما نمیتونیم کره به این رسیپی اضافه بکنیم، برای اینکه کره توش دوغ داره و مایه‌ای که توی کره هستش شیرینیمون رو خراب کنه. اینو باید یادتون باشه، یعنی حتما باید روغن صاف قنادی باشه یا همین گی که ما بهش یا روغن کرمانشاهی یا میگین روغن حیوانی. خب اولین کاری که میخوایم بکنیم این هستش که ما این روغنمون رو با پودر شکری که داریم مخلوط کنیم و انقدر بزنیم که حالت خامه پیدا بکنه. فقط یه نکته دیگه هم که اینجا هستش اینه که هم پودر قندمون رو و هم آرد برنجمون رو باید حتما الک بکنیم. و یه چیز دیگه برای کسایی که تو ایران زندگی میکنن که آرد برنجی رو که برای این رو نوع شیرینی تهیه میکنین بهتر هستش که از برنج ایرانی تهیه شده باشه که معطره. خب ما اینو اینجا دسترسی متاسفانه بهش نداریم. خب الان من شکرمو الک میکنم توی این روغنمون. شروع میکنم به زدنش. اول بهتر یه کمی با قاشق یا لیسکتون اینو هم بزنین که نپره روتون، یا میتونید یه چند ثانیه توی مایکروویو بذارین تا روغنتون یکم شل بشه ولی کاملا ذوب نشه و اصلا داغ نشه. که همین کار رو بکنی، به هر حال وقتی شیرینی درست میکنید میدونید که تمام سر و وضع آدم یه جورایی کثیف میشه. اوکی همه رو کافی هست. خب الان من حدود 3 دقیقه اینو زدم. ببینید دقیقا مثل خامه ای هستش که ما روی کیک میمالیم. میارم نزدیکتر که بهتر ببینیم. این قسمت خیلی مهمه، باید کاملا زده بشه. بعد الان وقتی هستش که هل رو بهش اضافه بکنیم. من هل رو بهتری که وقتی قبل از استفادتون استفاده آسیابش بکنیم. منم به همین دلیل ریخته بودم توی ظرفی که بوش نره. نصف قاشق چایخوری یا شاید یکم من بیشتر میتونین هل استفاده بکنیم. الان این هم اینقدر میزنیم تا این مخلوط بشه باهاش. تا همین حد که مخلوط بشه کافیه. الان نوبت این هست که گلابمون رو بریزیم.
و همینطور تخم مرغمون رو بشکنیم. باز به سایز تخم مرغاتون باید خیلی دقت بکنیم، برای اینکه اگه تخم مرغ سایز بزرگ بگیرین یا خیلی بزرگ، اون وقت اندازه ها کاملا به هم میریزه. باید اندازه میدیوم باشه، یعنی حدوده یه چیزی حدوده 55 گرم 60 گرم بیشتر نباشه با پوست. خب من اینم میزنم. دیگه به این مرحله که رسید، یعنی همه اینا که با هم مخلوط شد، دیگه ما کاری با همزن نداریم. الان تنها کاری که مونده این هستش که ما آرد رو اضافه کنیم، که باز اون هم باید با الک این کار رو کنیم. آردمون رو با الک اضافه می کنیم و تا اونجا که می تونین با لیسک اینو آروم هم میزنین تا همشون به خورده هم برن. البته به هر حال بعدش باید دوباره با دستمون ورس هم بدیم. ما دنبال یه خمیر خیلی نرم و منسجم میگردیم. حالا با این موادی که مقداری که دادم، معمولا دیگه لازم نیست چیزی اضافه بکنیم، ولی اگر که دیدین خمیرمون خیلی سفت شد، میتونین یه کم، خیلی کم، با قاشق چایخوری گلاب اضافه کنین. اگر هم دیدین که نرم شده، میتونین یه دو قاشق سه قاشق آرد اضافه کنین بهش تا اون اندازه که دلمون میخواد بشه. خب دوستان، بعد از اینکه کاملا همه رو همزدی به این صورت، یه مقدار کمی ما این رو ورز میدیم تا جایی که دیگه به دست نچسبه. خیلی کم، لازم نیست خیلی زیاد ورز بدین، چون باید یادتون باشه اگه بخواید زیاد ورز بدین، روغن پس خواهد داد خمیرمون. خب ببینی الان من فکر میکنم دیگه همین اندازه برای خمیر من کافی باشه. شاید من مجبور باشم یکی دو قاشق دیگه آرد به این اضافه بکنم، که این کارو میکنم. دو قاشق آرد یه مقداری میزیزم، همه رو نه، ورز میدم تا ببینم اون اندازه که خواست میخوام میشه یا نه. یک قاشق نصف دیگه من لازم داشتم که بریزم تا خمیرمون شکلی رو که دلمون میخواد به خودش بگیره. ببینید عزیزم، بسیار خمیر نرمی هستش همطور که میبینید. شما هم باید یه همچین خمیری دستتون بیاد. خب الان چی کار میکنیم؟ من این خمیر رو توی یه پلاستیک میذارم. خب خمیر رو میذاریم توی پلاستیک، تمام هواشو بیرون میدیم و اگه در جای گرمی زندگی میکنید مثل من، اینو باید توی یخچال نگه دارید، یا اگه شما در موقع گرم سال اینو درست میکنید.
اگرم که نه در جای سردی زندگی میکنین یا زمستون هستش توی جای خنک، این خمیر رو باید بین 12 تا 24 ساعت بذارین بمونه تا کاملا مزه هل و گلابمون به خورد آرد برنجمون بره و یکم نما هم دیگه حالت خمیری تری پیدا کنن. بعد 12 تا 24 ساعت میاریم و بقیه کاراش انجام میدیم. من اینو با اجازهتون میذارم یخچال. یکی دیگه دارم که من دیشب درست کردم و الان میارم و با اون کارمون انجام میدیم. خب ببینید، من اینو الان نزدیک 15 ساعت هست که گذاشته بودم یه جای خنک، بعد آوردمش، بعد یک ساعت توی محیط آشپزخونه بوده. قبل از اینکه استفادهش بکنم یک کمی ورزش میدم، نه خیلی زیاد. کمی اندازه کافی هست. الان ما دو راه برای قالب زدن این شیرینی داریم. دو راه برای قالب زدن این شیرینی هست. یکی اینکه توی با دستتون گلوله هایی بردارین به اندازه که دوست دارین و توی دستتون به این صورت بچرخونین، حالت گرد در بیارین و اگه مهر مخصوصی دارین روش بزنین یا هر شکلی که میخواین بدین و بچینیدش توی سینی فرتون که لازم نیستش چرب بشه یا کاغذ روغنی انداخته بشه. یکیش این هست، یکیش هم این هستش که با وردنه صافش بکنیم به قطر 1 تا 1.5 سانتی متر و قالب بزنیم مثل این قالب ها. من امروز تصمیم گرفتم اون کارو بکنم. به آرومی ما سعی میکنیم این خمیر رو باز بکنیم. فقط باید دقت داشته باشیم که ترک نباشه توی خمیرمون. من قبلا زیر این یک کاغذ پلاستیک سلفون گذاشتم برای اینکه راحت تر خمیر از صفحه کارم جدا بشه. به همین اندازه کافی. قالبی رو که دارین حالا لازم نیست حتما، اگه این نبود با در نوشابه هم میتونین همین کار رو انجام بدین. یکم توی آرد میزنین که نچسبه و بعد قالب میزنین. به همین راحتی. خب دوستان ببینین، من اینا رو قالب میزنم. خیلی باید با احتیاط بلند کنین. من این رو دارم برای درست کردن، برای کار با کار کیک و اینا انجام میدم باهاش، ولی خب به کارم میاد. ببینید روی یک کم فشار میدم و نقش گلو میندازه. حالا شما اگه اینم نداشتین اصلا مهم نیستش. این کار روی همینایی که با دستم درست میکنین میتونین انجام بدین به همین راحتی. همه اینا رو با فاصله تقریبا 1 سانتی متر از هم توی فر میگذاریم با درجه حرارت 170 درجه سانتیگراد یا 325 درجه فارنهایت برای مدت 10 تا 15 دقیقه. فقط اینها نباید رنگشون عوض بشه. دورشون که یک کم حالت طلایی به خودش گرفت کافی هستش. حالا ممکنه برای بعضی فرا 10 دقیقه طول بکشه، برای بعضی فرا 15 دقیقه. من اینا رو میچینم و میذارم تو فر و نتیجه نهایی رو با هم خواهیم دید. خب یه چیزی که یادم رفت بگم این هستش که قبل از این که اینا رو بذارین توی فر، من اینجا پاپی سید دارم یا پودر خشخاش میگن یا خرفه فکر میکنم توی ایران بگن، از اینا روی نونهای برنجیتون
میریزید و بعد میذارید توی فر. این چیزی بود که من یادم رفت بگم قبل از اینکه دیر بشه، گفتم برگردم بهتون بگم. خب دوستان عزیزم، همینطور که میبینی شیرینی های ما آماده شد. برای من 17 دقیقه طول کشید. باز هم فر هر کسی یه جوری هستش و باید مطمئن بشین که نسوزه. من این نمونه هستش که قالب زدم و این یکی هم نمونه ای هستش که با دست گردوهای اندازه فندق، یکم بزرگتر از فندق در بردم. حالا هر کدوم که شما دوست داشته باشین، امیدوارم که درست کنین و لذت ببرین ازش. یه نکته دیگه هم این هستش که اصلا لطفا در فر رو باز نکنین برای این شیرینی یا هر شیرینی دیگه ای. و معمولا ما همه شیرینی ها رو در طبقه وسط فر میپزیم، مگر اینکه دیگه واقعا یه جور دیگه باشه که اونم حتما میگم بهتون، ولی بقیه موارد 100% موارد شیرینی ها طبقه وسط فر پخته میشن. خب امیدوارم که اینو درست بکنین و دوست داشته باشین. تا یه برنامه دیگه و یه شیرینی دیگه، همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.